سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 27 ماه ثور سال 1394 هجری خورشیدی و 17 ماه می سال 2015 میلادی است. نخست سرخط چند خبر. کشته و زخمی شدن 26 تن در یک حمله انتحاری در کابل. انتقادها از انتقال میدانهای جند از جنوب به شمال کشور. همین خارجی هایی که میگم در داخل افغانستان آمده، اگر قام کلیش شما پرسان کنید که اگر بگویم دقیق باشه 3000 نفر زیاد نیست. نگرانی دفتر معاون ریاست اجرائیه از تاخیر در آوردن اصلاحات انتخاباتی. واکنش ها در برابر محکوم شدن محمد مرسی به مرگ و قطع کیبل های فایبر نوری در لندی کوتل پاکستان. مشروع خبرها. در یک حمله انتحاری در جاده هواشناسی کابل امروز 3 تن کشته شدند و 23 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس اروپا نیز تایید میکند که هدف نیروهای آنان بوده است و در این حمله یک سرباز آنان کشته شد و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. در همین حال وزارت امور داخله میگوید که در این رویداد 8 زن، 3 کودک و 7 مرد زخم برداشتند. طالبان با پخش خبرنامه مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. کسی به دنبال مادر، کسی به دنبال پسر و کسان دیگر هم به دنبال دلبندانشان سرگردان هستند. زنان و کودکان از قربانیان اصلی این رویداد هستند. بساط غم و اندوه یک بار دیگر بر زندگی بسیاری از خانواده های این محل پهن شد. من دکان شده بودم، تلویزیون سعی میکنم. تلویزیون سعی میکنم که اگر وقتی همی تختا و یا کلیش دمی سر مقل کرد. ما ایتا فکر کنم که هم تلویزیون اتجاه کرد. بیرو بر آمدم که یک نفر در اون و موتر رو میبینه اون ماشین. بله بله. یعنی قسمت بند مانده. بند مانده یک دفعه ایره کشیدم. ایره کشیدم بر آمدم که دو تا دخترک شهید شده، یک دخت سیاسه دیگه. پایش شکسته بودی رو بسته کردم. موتر پلیس. یعنی زیاد غیر نظامی بود. نظامی هیچ کس نبود. اینجا جاده هواشناسی است، یکی از مهمترین مکانهای پایتخت. حمله برخواسته از انفجار مواد جاسازی شده در یک موتر بوده است. حتی در دوردست ها باید مواظب گام ها بود، چون در چهار سو فراوان پارچه های از جسد های غیر نظامیان پهن شده است. هرچند هدف حمله کننده نظامیان خارجی بودند، اما بیشتر آسیب دیدگان این رویداد غیر نظامیان بودند و در واقع در صبح زود این محل یکی از پر رفت آمدترین محل های کابل است که غیر نظامیان بیشتر رفت آمد دارند. آب کشمش فروشی که صبح زود به دنبال نقمنان برآمده بود در چند متری حمله کننده قرار داشت و بیخبر از آن که طعم این حمله می شود. بخب بازی که از بدترین خاطره زندگیش برای من می گوید. اینجا بغیر اینجا خواب بودم همی کشمش ها، والای بیچاره بسیار زیاد زخمی شد. یک گلاس کشمش ها گرفتم که میخوردم، گلاس ها کمی دادم ایش یک رقم یک انفجار شد که هیچ نفهمیدم دیگه چی گفت. از کس شما از کس؟ از ما یک شاگردم همیجا بود شیشه گرفتش زخمی شده. مردم همه سرگردان هستند. نظامیان خارجی هم در نتیجه این رویداد روزگار خوشی ندارند. همه نهادهای امنیتی برای بررسی این رویداد دستهایشان را یک جا ساختند. اینجا در شفاخانه وزیر اکبرخان پزشکان یک روز مصروفی را آغاز کردند. بیشتر زخمی شدگان این رویداد به اینجا انتقال داده شدند.
در نون رازی انتحاری پیخی سخه چه در میدان اوائی پیشاوخواه سیمه کشی و شبخانی تا جمعان 15 کسا مراجعه کردی چه پرده که در ویشتی زخمیان دی و دو نفر انجونی دی آقا به شهادت رسیدی. این یکی از مکانهای راه بردی در کابل است، جایی که در نزدیک محل رویداد میدان هوایی حامد کرزی، نهادهای آموزشی ارتش و در پایان این جاده هم میدان هوایی نظامی که بیشتر در آن نظامیان خارجی هستند واقع شده است. بخش‌های کلیدی برای ادامه جنگ اکنون از جنوب کشور به شمال کشور انتقال یافتند. شمار از نمایندگان مجلس با تاکید بر این مطلب علت این کار را ناتوانی حکومت در شناسایی چهره‌های کارکن و اثرگذار بر امنیت میگویند. در همین حال وزیر امور داخله میگوید که هرچند حراس‌افگنان خارجی در پی ساختن یک پایگاه در افغانستان هستند، اما فرصت این کار به آنان داده نخواهد شد. گفته می شود که در این اواخر میدان جنگ ها از بخش هایی که همواره خط نخست درگیری های حراس افغانانه بودند با بخش های انتقال یافتند که پیش از این بخش های امن تری بودند. در حال حاضر ولایت های بدخشان، کندوز، فاریاب و بادغیس بیشتر گواه درگیری های حراس افغانان با نیروهای دولتی هستند. تعداد از مخالفینی که گذشته از چچنی یا ازبکستانی و پاکستانی و اونها هم تجمع کرده که در گذشته به نقاط مختلف وزیرستان شمالی بودن اونجا انتقال داده شده. بدبختانه شاهد وضعیت های بد امنیتی ده که در بدخشان و قندوز و سرپل و از اون جمله فاریاب هم در این آیه بوده. شماری بدین بارند که حراس افغانان اکنون برای ادامه فعالیت هایشان دهلیز تازه ای در بخش های شمالی کشور باز کردند، چیزی که نمایندگان مجلس علت آن را سهلنگاری های حکومت می دانند. تصمیم گیری های غلط حکومت فعلی است که نمیتونه با شکل درست تشخیص مناسب و درست و دقیق داشته باشه که کی و کدام اشخاص و افراد و شخصیت ها توانمندی جنگ در برابر مخالفین دارن و توانمندی حفظ حاکمیت دولتی را دارن و کدام شخصیت ها توانمندی زیر دارن که با دشمن مقابله کنن. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید هرچند حراس افغانان در گروه های بزرگتر از سالهای پیش تنظیم شدند، اما تا کنون نتوانستند که در افغانستان پایگاهی بسازند. په افغانستان کې دوی ستر مرکز نشي جوړولې، ځکه په افغانستان کې داسې سیمه نشته چې وسلوال پوځ ورته لاسرسی ونه لري. اولته موږ ونشو کولی چې هلته لاړ شو لکه په نورو هیوادونو کې، لکه پاکستان کې چې شمالي وزیرستان یا جنوبي وزیرستان یا د باجوړ زرې سیمې وي. موږ په افغانستان کې داسې سیمې قطعا نه لرو. زموږ سختترینه سیمه چې دا هغه مثلا دنګام و د نورستان او د بدخشان ځینې سیمې دي چې موږ هلته هم کولی شو په اسانۍ سره لاسرسی ولرو هلته ورشو. از سوی هم وزیر امور داخله ساختن دهلیز تازه را از سوی حراس افغانان برای جابجایی و افزایش جنگ در شمال کشور رد می کند، اما می گوید که حراس افغانان خارجی که به شمال کشور آمدند ناگزیر هستند که برای بقای خودشان بجنگند. همین خارجی هایی که میگم در داخل افغانستان آمده، اگر قام کلیش شما پرسان کنین که اگر بگویم دقیق باشه 3000 نفر زیاد نیست، شما 30 میلیون نفوذ و حداقل شما میفهمید که اضافه 350,000 تن نیروهای امنیتی و دفاعی شما در داخل افغانستان است. اینا موجود است. اینا بسیار از هر وقت کرده همکاریهایشان، سوقداریشان، امکاناتی که در اختیارشان گذاشته میشه از هر وقت کرده خوبتر شده. آگاهان بدین باور هستند که اگر بخشی از افزایش ناامنی ها با افزایش شمار حراس افغانان در افغانستان پیوند دارد، بخش دیگران برمیگردد به زمانگیر شدن کار حکومت در گزینش وزیر جنگ و نیز در گزینش والیان 30 ولایت کشور که نبود آنان میتواند اثرهای بدی بر اوضاع امنیتی ولایت ها داشته باشد. از سوی دیگر حکومت برای تامین امنیت در بخش‌های از کشور جنگ افزارهای بسیار را به افراد غیر مسئول سپرده. برخی از نمایندگان مجلس با بیان این مطلب میگویند که چنین کار نتیجه خوب در پی نخواهد داشت. از سوی هم برخی از آگاهان میگویند که حکومت برای تامین امنیت کشور باید تنها روی نظامیان خودش حساب کند. در همین حال وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله توزیع جنگ افزارها را به افراد غیر مسئول رد میکنند. توزیع جنگ افزارها به گروه های غیر مسئول یکی از نگرانی هایی است که با گرم شدن این فصل جنگ بالا گرفته است.
افغانستان بارها از کمبود تجهیزات انگشت انتقاد به سوی غرب بلند کرده است. اما پرسش اینجاست که حکومت چرا جنگ افزارهایش را به افراد غیر مسئول می سپارد؟ دولت خودش مراجعه کرده به افرادی که توانمندی داره، افرادی که سلاح داره که در مقابل طالب از برنامه‌های دولت حمایت بکنه و در مقابل طالب استادگی بکنه. یکی از نگرانی‌های دیگر این است که اگر روند توزیع جنگ افزارها همین گونه از سوی حکومت ادامه یابد، اداره گروه‌هایی که این جنگ افزارها را به دست می‌آورند مشکل خواهد بود. و چه ضمانت وجود دارد که این گروه‌ها به یک دردسر به حکومت افغانستان مبدل نشوند؟ توزیع سلاح به مردم یا به افراد غیر مسئول در عدم یک مکانیزم شفاف و یک طرز عمل سنجیده شده که در اون طرز عمل مکانیزم کنترل از کسایی را که ما سلامتیم که اینا چگونه اهداف دولت در پندار و گفتار و کردار خود با مردم تمثیل بکنن و مثال بزنن، در عدم اینطور یک پروسه جنجال آفرین است. اما نهادهای امنیتی ظاهراً توزیع جنگ افزارها را به گروه های غیر مسئول رد می کند. از طرف وزارت امور داخله افغانستان بر افراد، اشخاص، مردم ملکی سلاح داده باشه یقین داشته باشین که درست نیست. همین اکنون افغانستان بیش از 350 هزار نظامی دارد. نظامیانی که با هزینه های گزاف به اینجا رسیدند و از سدهای زیاد گذشتند تا امنیت کشور را به تنهایی تأمین کنند. اما پرسش به میان می آید که اگر قرار بود امنیت بخشهای از کشور از سوی افراد مسلح غیر مسئول تأمین شود، چه نیازی به این همه هزینه های گزاف برای آموزش و مجهز ساختن نظامیان افغان بود؟ دفتر معاون اول ریاست اجرائیه از تأخیر در آوردن اصلاحات در کمیسیون ها و نظام انتخابات سخت نگران است. این نهاد میگوید در حالی که یکی از اصلهای مهم در توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی است، اما اکنون این اصل از سوی رهبران حکومت به فراموشی سپرده شده. این نهاد روشن نبودن سرنوشت مجلس نمایندگان را پس از پایان سال پنجم دور 16 این شورا نیز نگران کننده میداند. در این میان شمار از حقوقدانان هم میگویند که بر بنیاد قانون اساسی کار این مجلس به روز اول ماه سرطان امسال پایان می‌یابد و هر گونه تصمیم گیری درباره ادامه کار این شورا مشروعیت ندارد. یکی از علت‌های تأخیر در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان آوردن اصلاحات ژرف در نظام و کمیسیون‌های انتخاباتی است. در حالی که نزدیک به یک ماه زمان برگزاری انتخابات می‌گذرد، اما از آوردن اصلاحات خبر نیست. با سلسله نگرانی‌ها در این باره، این بار دفتر معاون اول ریاست اجرائیه که خود بخشی از حکومت است، از این نارسایی انتقاد می‌کند. پروتاکنیز و کمیسیونونو که در اصلاحات و لپاره پیاوری قدمونه پورته سی، یو داسی بستر برابر سی چه در افغانستان خلق پا غبان دی باور وکوی، یو داسی بستر برابر سی چه مو گراتلون که پارلمانی تاکنه داسی تاکنه ولرو چه حقا در افغانستان در خلق و استازی توب وکوی. کار مجلس نمایندگان به روز اول ماه سرطان پایان میابد، اما تا کنون در باره ادامه کار این مجلس هیچ تصمیم گرفتن نشده است. ولی ما باز هم تقاضای ما به حیث نمایندگان افغانستان که به هر چی سریعتر به اسرع وقت حکومت افغانستان تصمیم بگیره، که مثل شما گفته که پارلمان افغانستان این سردرگمی که ایجاد میشه و کدام ذهنیتی که در بین مردم عام ایجاد میشه از این ما جلوگیری کرده بتانیم. زمزمه های درباره تمدید کار مجلس نمایندگان هم وجود دارند و اگر کار این مجلس تمدید شود، آیا فیصله ها و تصمیم های این مجلس قانونی خواهد بود؟ هر نوع کار از اینا بعد از اول سرطان سال جاری قطعا مشروعیت نداره. اما به باور شمار از نمایندگان، اگر ادامه کار این مجلس مشروعیت نداشته باشد، پس در این اوضاع نابسامان اقتصادی کشور چرا پولهای هنگفتی بی جا به جیب نمایندگان برود؟ نه تنها به نظر من این ارزش نداره، بخصوص وکلایی که در 4 سال یک بار هم نیامدن به جز روز گرفتن معاش، و روز گرفتن معاش پشت سر شما جایی است که معاش میدهند و روبروی شما تالار است، آمده معاش خود گرفته یک دفعه در تالار برای 5 دقیقه نیامدن. به گفته شمار از حقوق دانان در حال حاضر
حکومت وحدت ملی جایگاه قانونی ندارد و یک سیوم از اعضای مجلس سنا هم به علت برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی در مجلس حضور ندارند. به همین گونه ریاست دادگاه عالی هم از سوی سرپرست اداره می شود و اگر ادامه کار مجلس نمایندگان نیست، پس از اول ماه سرطان تمدید شود، در مجموع جایگاه قانونی قوه‌های سیگانه دولت زیر پرسش خواهد رفت. افغانستان و چین توافقنامه گسترش همکاری های امنیتی و پیکار با هراس افغانی و مواد مخدر را امضا کردند. وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که با همتای چینی توافق کرده که در کنار افزایش همکاری های این کشور با نیروهای دولتی افغانستان، همکاری های مشترک را در پیکار با هراس افغانی در منطقه نیز گسترش دهند. آقای علومی میگوید که چین پذیرفته است که ابزارهایی را در بخش کشف و خنثی‌سازی ماین های کنار جاده و دستگاه های بازرسی وسایل در دروازه های کابل به افغانستان بدهد. وزیر امور داخله در نخستین سفرش به چین با همتای چینی اش دیدار و گفتگو کرده است. نورالحق علومی که به تازگی از چین برگشته است میگوید که با مقام های این کشور توافق نامه ای را امضا کرده است که بر بنیاد آن دو کشور همکاریشان را برای مبارزه با هراس افغانی، جلوگیری از گسترش فعالیت های هراس افغانانه در منطقه و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان گسترش بدهند. با گفته وزیر امور داخله، چین وسایل و تجهیزات کشف و خنثی‌سازی ماین‌های کنار جاده و دستگاه‌های بازرسی وسایل را در دروازه‌های کابل به افغانستان کمک می‌کند. امکانات تکنولوژی بسیار پیشرفته در اختیار دولت چین است که وقتاً فوقتاً نظر به امکاناتی که برای ما فراهم کردند و همین چیزهایی را که ما نیاز احساس می‌کردیم، خواستیم، اینا را لبیک گفتند و در مقابلش البته نی نگفتن که اینا را این دل موقعی گفتن براتون می‌سپاریم. وزیر امور داخله هراس افغانی را شبکه جهانی و تهدید برای امنیت تمامی کشورها می‌داند و تامین امنیت در افغانستان و نیز جلوگیری از رخنه کردن مخالفان مسلح را به کشورهای دیگر نیازمند همکاری‌های مشترک افغانستان و کشورهای منطقه می‌داند. وحشت افغانی یا تروریسم اینا تنها در داخل افغانستان وجود ندارد و ریشه‌ای دیگر که انسان می‌اندیشد تقریبا یک شبکه است که جان شمول است. اگر امنیت در یک کشور اینا برهم میزنند، ثبات برهم میزنند، طبیعتا این ثبات کشورهای منطقه را و کشورهایی که در سطح جهان است خود آسیب پذیر میزند. وزیر امور داخله میگوید که در این سفر از مرکزهای آموزش‌های نظامی و نیز شرکت‌های ساخت اسلحه در این کشور بازدید کرده است و نیز چین تعهد سپرده است که پس از این در کنار تجهیزات زمینه بورس‌های آموزشی را برای نظامیان افغان فراهم می‌کند. ادامه خبرها. محکوم شدن محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به مرگ با واکنش های گوناگون روبرو شده، در حالی که شمار از شهروندان مصر از حکم دادگاه در قاهره در محکوم کردن محمد مرسی به مرگ استقبال می کنند. اما این حکم دادگاه با انتقادهای ایالات متحده آمریکا و سازمان عفو بین الملل روبرو شده است. در همین حال عمران خان رئیس تحریک انصاف پاکستان نیز از این حکم دادگاه قاهره انتقاد می کند و می گوید که مصر باید از پاکستان درس بیاموزد. پس از آن که محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به جرم فرار از زندان و دست داشتن در فرار 20,000 زندانی دیگر از سوی دادگاه در قاهره به مرگ محکوم شد، شمار از شهروندان مصر از این حکم دادگاه استقبال می کنند. ما می خواهیم که اوضاع در کشور عادی شود و جنایتکاران اعدام گردند. می خواهم که درباره اعضای دیگر جنبش اخوان المسلمین نیز چنین حکم صادر شود و می خواهم که هر کدام از آنان هرچی زودتر محاکمه شوند. در همین حال وکیل مدافع محمد مرسی می گوید که وی با استیناف طلبی از موکلش دفاع خواهد کرد. ما باید انتظار بکشیم تا مفتی اعظم درباره این حکم دادگاه چی می گوید. روشن است که ما استیناف طلب خواهیم شد.
در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که از حکم صادر شده دادگاه درباره محمد مرسی و بیش از 100 تن دیگر سخت نگران است. یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که این حکم با تعهدات جهانی مصر مغایرت دارد. محمد مرسی که نزدیک به 2 سال پیش از سوی ارتش مصر از قدرت برکنار شد، به روز شنبه به مرگ محکوم گشت و قرار است به روز 2 ماه آینده میلادی مفتی اعظم مصر تصمیم نهایی را درباره حکم دادگاه اعلام کند. ادامه خبرها. قطع شدن کیبل‌های فایبر نوری در لندی کوتل پاکستان خدمات اینترنتی را در کشور مختل ساخته. وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی میگوید که کیبل فایبر نوری به علت بی‌پروایی یک شرکت جاده‌سازی که راه تورخم را باسازی می‌کند قطع شده است. در همین حال مسئولان انجمن بانک‌های خصوصی میگویند که مختل شدن خدمات اینترنتی از 3 روز بدین سو در معاملات بانکی و مالی سکتگی وارد کرده. در 20 روز گذشته این دومین بار است که کیبل فایبری نوری که از شرق کشور به پاکستان وصل است قطع می شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید از اینکه کابل از طریق خط شرقی فایبری نوری با جهان وصل است، قطع شدن این خط در لندی کوتل پاکستان سبب اختلال در خدمات اینترنتی پایتخت کشور شده است. د پاکستاني لور سره اوس په تماس کې شوی یو چې ژر تر ژره دغه موضوع حل کړي او نوري فایبر کیبل چلته قاته د زموږ ټیمونه هم تللی دي او د پاکستاني لور سره په ګډه همکاري به دغه کیبل رغیږي خو دغه پورې چې کومه سکتګي رامنځته نشي پرته له پرون ورځې مونږ په دې باندې وتوانېدلو چې پرون د قندهار له لارې مرکزي ولایتونه په شمول د کابل چې د پاکستان لخوا د انټرنیټ خدمات ورته رسیدل وصل شوی دی. در حال حاضر 2,500,000 شهروند کشور از خدمات انترنتی استفاده می کنند که بیش از 50% آن توسط فایبری نوری تامین می شود. اختلال در عرضه خدمات فایبری نوری نخست از همه تجارت و کاروبار آنلاین را زیان می زند. تمام ارگان های مالی هم به یک مشکل مقطع زمانی دچار شدند که این مخصوصا بالای خدمات که برای مشتری ها ارائه می شود و همچنان عملیات روزمره که در قسمت تشکیل راپوردهی و یا می باشد اثرات خود داشته و همچنان من متعقل هستم که با حتی بالای خود ارگان های دولتی و همچنان شرکت های مالی غیر مالی که اونا فعالیت داره بالای از اونا هم یک اثر منفی وارد کرده. تأثیرات بسیار منفی داره که زمانی که به حساب اینترنت قطع میشه مشتریان ما اینجا ششتگی می باشه و تکت داده نمیتونیم میلا بر ما میاد باید از تکتش همزمان ایشو کنیم او تکت که به حساب نشه و دیگه کار ما فلج است. سلام، به این هم چند خبر ورزشی. رقابت های قهرمانی کرکت چلنج کپ حوزه بند امیر در کابل آغاز شدند. این رقابت ها به گونه یه پنجاوره در میدان کرکت ارزان قیمت برگزار شدند و 6 روز ادامه خواهند داشت. هدف از برگزاری رقابت ها شناسایی تیم های قهرمان برای حضور در رقابت های کرکت ردکپ افغانستان که تا 2 ماه دیگر در کابل برگزار خواهند شد گفته شده است. و تیم ملی والیبال افغانستان برای شرکت در نخستین دور رقابت های والیبال قهرمانی حوزه مرکز آسیا رهسپاره بنگلادش شد. این رقابت ها به روز 5 شنبه همین هفته در پایتخت بنگلادش برگزار خواهند شد و 1 هفته ادامه خواهند داشت. این بود خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.